درود بینندگان عزیز، قسمت دوم خاطرهای عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور از چاپ برآمد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازه های صاحبکاری در تاجیکستان، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را به بررسی گرفته است. برای صحبتی بیشتر درباره این کتاب با مهمانی عبدالخلیل خالق‌زاده آمدیم. عبدالخلیل خالق‌زاده، اولا شما را خوش آمدید میگم به برنامه مهمانی آزادی. نخست میخواستم درباره هدف از تألیف کتاب حوادث روزگاری من بپرسم. سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم. بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟ حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم را بیان کردم. در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارند. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کردید؟ آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهکار هستند. و کسانی که در سن بلوغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند. فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟ عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است. برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش. خب، یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتنی مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع نشود. من همین می خواهم. خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریایی تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟ ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم. این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟ این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها. درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتوانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟ بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم. تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود، 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل بینم، چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم و
وقتی من به تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندون و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد، بفکرم ناراضی می شود و چشماش را کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش را کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با بالا نگاه گفت چراغ در گیرون. وقتی چراغ در گیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، او خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار و هاشم گدو هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد. فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند. اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است. بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش‌محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟ ببینید در زمان شوروی اصلاً ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم می تواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر می گشتن، البته نظر مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته می شد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
چیزی خوبی نبود. البته داشتن ثروت شاید چیزی بدی نیست، در دنیای بسیار ثروتمند هستن، اما در اونجا میبینیم که مثلا دیگر ارزش‌هایی که شما گفتید، اون دانش محوری شایسته سالاره سقوط نکرد، در ما چرا سقوط کرد؟ یعنی اما اشارت اشاره کار علمی کردید که حالا دیگر قدر دیگر اون کار علمی هم نمونده دیگر شد. بنت همین دیگر معنی این که یعنی که علم دانش داشتن، اطلاع داشتن یا در حرفه خود پیشگام بودن، در کشورهای دیگر این یک ضرورت حیاتی هست. یعنی شو کسی که حتی ثروتمند هست و میخواهد که اون ثروتش، اون شرکتش یا اون کاری که دارد برای فرزندانش باقی ماند، او میداند که اگر فرزندانش دانش و مهارت و اطلاع نداشته باشه، اونها بعدا این بیزنس خودی اون اداره کرده نمیتواند. یعنی دانش در کشورهایی که از قبل بگیم اقتصادی بازاری داشتن، او یک ضرورت حیاتی هست. و در این کشورهایی که مثلا اگر کشورهای اروپا را پیش نظر بیاریم، غرب مثلا آمریکا را در پیش نظر بیاریم، اونجا رقابت چنان سخت است که اگر کسی دانش یا تخصصش خوب نداند، اون نمیتوند زندگیش پیش برد، اون نمیتوند به کار استخدام شود. در ما چی؟ در ما در اون زمانی که مثلا سالهای 90 اصلا این دانش و این چیزها اصلا به کار نمیرفت. توفنگ داشته باشی، زور داشته باشی، ثروت داشته باشی، همین چیزها ارزش شد. ارزش ها تغییر یافتن کاملا از زمان شوروی 180% تغییر یافتن و همین هم اونجا با تاثیر کشیدم که خیلی ارزش ها تغییر یافتن. فعلا هم فکر نکنم وضع چندان تغییر کرده باشد. نه تغییر میکند، خیلی تغییر کرده. مثلا اگر ما که آروم آروم در همین کشور زندگی کرده آمدیم، این تغییرات شاید در نظر اول نبینیم، ولی اگر شما حاضر با سالهای 90 مقایسه کنید، پیش ذهنتون بیارید که سالهای 90 چی بود و امروز ها چی هست، خیلی تغییر هست. البته ما راضی نیستیم، ما نباید راضی باشیم، ما همیشه باید پی باز هم پیشرفت باشیم، ولی تغییرات خیلی نظر است. خب بحث دیگر در کتاب شما وضع معارف در کشور است. شما از پست شدن سطح تعلیم و فساد در این بخش نگرانی کرده نوشتید که معاش پست معلمان زمان استقلال آنها را وادار میکرد که برای روزگذرانی از خوانندگان با هر راه مزد تمنا نمایند، یکی کتاب میفروخت، دیگری به عوض پول بهای بهتر میگذاشت و غیره. به نوشته شما همین چیز باعث شد که معلم از یک قشر آبرومند در زمان شوروی به یک بیچاره دستنگر در زمان استقلال تبدیل یابد. فکر میکنید وضع حالا چقدر تغییر یافته است؟ خیلی زیاد نه، متاسفانه در بخش معارف خیلی زیاد تغییر نیافته است. ببینید مثلا تغییر وضع به اندیشه ما چی میتواند باشد؟ وقتی که یک نفر معلم، کار سخت است معلمی، با بچه کار کردن کاری سخت است. وقتی یک نفر معلم واقعا حیاتش رو میگذارد که به بچه ها درس دهد، یعنی که باید معاشش نه تنها به خورد و خوراکش برسد، بلکه به یک رشدی هم برسد. معلم هم ماشین داشته باشد، هم اگر فرزندش بزرگ شد برای او خانه تواند سازد بخرد، یا مثلا اگر در دانشگاه بچهش خوندن میخواهد پولی خوندنی بچهش داده تواند. معلم های ما حاضر معاششون تقریبا در حدود مثلا 2000 سومانی اگر باشد، خب با 2000 سومانی اونو نمیتوانند زندگیشون خوب پیش برند. اونها به خصوص وقتی که اینها وقتی که مثلا به مهاجرت مهنتی می روند، پولی بیشتر از این در می بیارند. پیش روی او هست که یا مثلا حیاتش بسپارد و اصلا خوجگیش آباد نشود، یا اینکه به مهاجرت مهنتی روند. خب طبیعی است که در این بخش حالا معاش معلم خیلی پست است، معاش معلم خیلی باید بالا برده شود. این زمینه این فساد هم معاش پست است، هم در بخش آموزگاری و در دیگه بخش زمینه فساد در بخش در همه بخش ها و از جمله در بخش آموزگاری پست بودن معاش معلمان است. البته بی شک
خب در کتاب حوادث روزگار من میخوانیم که بعد تامین امنیت در کشور شرکت‌های خارجی به خصوص در بخش IT و یا علاقه وارد کشور شدند، اما در ادامه شما از فشار بالای صاحبکاران نگرانی کردید، به خصوص بازداشت معروف آریپوف مالک فروشگاه آریما که به نوشته شما باعث ناباوری صاحبکاران بر رعایت قانون شد و فضای صاحبکاری در کشور صدمه سخت دید. حکومت در این سمت اصلاحات ها گذراند و مقامات میگویند که فضا برای فعالیت صاحبکاری در کشور مساعد است. حالا شرایط کار صاحبکاران در تاجیکستان چه برتری و چه مشکلی ها دارد؟ اگر واقعا اون سوال ها را ما پیش نظر بیاریم که در بعد سال های 2000 بعد کشور به صلح و به امنیت رسید و مخصوصا وقتی که آمریکا به افغانستان وارد شد، یعنی که یک انتظار می رفت که این منطقه یک منطقه امن و منطقه خیلی آباد بشود برای سرمایه گذاری، و شرکت های بین المللی همین بیلاین و همین میگافون و اینا شرکت های بین المللی هستند، اینها فوراً به اینجا سرمایه وارد کردند و خیلی گسترده کار برای خوندند. و وقتی که اینها با فساد و با فضای نه اونقدر یعنی که باز و شفاف روبرو شدن، اینها مجبور شدن سرمایه‌شون از اینجا ببرن دیگه. و اشاره هم کردید که در امین مخصوص قضیه فروشگاه آریما که بعد از آن که با یک نفر پاره نداد، اون با یک دسیسه با جرم های یا تا وزنی گناهکار کردن و دیگه شرکت برهم خورد. بله، من حادثه آریما را در شکست صاحبکاری در تاجیکستان شاخص میدونم، یک چیزی، یک مرحله شکست میدونم، یک مرحله بود که واقعا از اون وقت به بعد دیگر سر شد این شکست ها. ببینید، ما همیشه دولت رو یک چیزی، یک پدیده جدا و بالا از خودمون میدونیم. دولت پدیده جدا و بالا نیست، دولت از همین فردهای ملت، از همین افراد ملت عبارت است. اگر مثلا کسانی که در مقامات مالی، مقامات قدرتی هستند، اینها هم یعنی که صاف دلانه کارشان را انجام دهند، یعنی که همون شکست شرکت آریما از دست یک نفر مسئولی قدرتی شد، یعنی اگر اونها قدری صاحب کار دانند و قدری آینده این کار دانند، البته این اتفاق روی نمی داد و صاحب کارا برعکس حمایت می شدند و امروز ما در یک وضع دیگری قرار داشتیم. ولی جای دیگر در کتاب شما می خوانیم که صاحب کار تاجیکستانی برای به دست آوردن سود و یا فایده امروز موظف است حیات مجلای مقامات تفتیشاتی را نیز تامین نماید. برخورد مقامات تفتیشگر به صاحبکاران از قبل متهم کننده است و تنها با مقصد مجبور کردن صاحبکار به دادن رشوه می انجامد. پیشنهاد مشخص شما همچون صاحبکار برای اصلاح همین وضع چیست؟ خب من در اونجا هم در کتاب هم این مسئله عرض کردم، ولی نظارت از بالای فساد در تمام جامعه های باز از طرف روزنامه‌نگاران و به واسطه مقامات قدرتی و دادگاه های آزاد راه اندازی شده است. راهش همین است، یعنی روزنامه‌نگاران باید دستشون باز باشد، فساد را آشکار کنند. وقتی فساد را آشکار کردن، مقامات قدرتی واکنش نشان دهند. وقتی مقامات قدرتی این فساد را اثبات کردن، باید دادگاه ها در واقع چاره بینی و جزا براش پیشگیری کنند. همین راش. بسیار خوب، شما مشکلات اقتصادی را ضعف اساسی برای تاجیکستان نامبر کردید که به گفته تان سببگار روسافزون تشنج پیدا کردن وضع اجتماعی و سیاسی گردیده است. به نظر شما چگونه می شود این وضع اصلاح کرد؟ شاید ادامه همون سوال پیش شما. فضای صاحبکاری، اگر فضای صاحبکاری بهتر شود، اگر امنیت مالکیت خصوصی، دادگاه های اقتصادی، یعنی که کاری درستی دادگاه های اقتصادی براه مونده شود، خیلی زود صاحب کاری براه می افتد. و وقتی که در کشور کارخانه ها زیاد می شوند، جای کاری زیاد می شوند و سپردن مالیات زیاد می شود و بیجت کشور غنی می گردد، مسئله
اقتصادی اجتماعی حتی معارف خیلی خوبتر و زودتر و حال می شود. شما در چند جای کتاب درباره مهمیت دادگاه های اقتصادی صحبت کردید و یک جا هم نوشتید که سالهای 90 اگر اشتباه نکنم در یک بحثتان با اداره گمرک شما غلبه کردید. اداره گمرک و یا کمیته انداز به نظرتان آیا فعلا در تاجیکستان دادگاه های اقتصادی تاجیکستان واقعا مستقل هستند و از روی قانون البته مستقلن ولی در عمل تا کجا به داد صاحب کاران می رسند؟ نقش دادگاه اقتصادی در اقتصادی بزرگ اصلی است. یعنی که وقتی صاحب کار یکان حقوقش پایمال می شود اون نمی تواند دیگر با راه دیگر اون حقوقش برقرار کند، فقط با از طریق دادگاه، عرض به دادگاه و با دادگاه می تواند حقوقش برقرار کند. ما در تاجیکستان دیگر حتی خودی ما، شرکتی ما دیگر به دادگاه اقتصادی مراجعه نمی کنیم. ما بیشتر مسئله را سعی میکنیم که بدون دادگاه حل کنیم. اون قضیه‌ای که ما در قضیه اولی سالهای 2000 بود، سوختن پخته ما در انبار گمرکی ولایت ختلان، این در اولی سالهای 2000 بود. اون سالها ما عرض کردیم و به عرضمون هم یعنی که رسیدگی شد و حقوق ما برقرار شد. دیگر حاضر یک ذهنیتی پیدا شده است که دیگر دادگاه ها کمک نمیکنند. خب میخواستم درباره عملکرد تاجیکستان در دوره پاندمی کووید 19 پرسم که در آخر کتابتان شما یک بخش رو به آن اختصاص دادید. شما همچون مالک یک بیمارستان خصوصی مفصل در کتابتان در این باره آورده هستید. سوال من تنها این است که به نظرتان تاجیکستان از دوره پاندمی کووید 19 که سال 2020 کشور رو فرا گرفته بود چه سبق‌هایی میتواند بردارد؟ البته بیماری کووید برای ما در تاجیکستان هم سبق های زیاد داد و درباره پیشگیری از بیماری های عفونی، اصلا تأمین بخش های عفونی در ناحیه ها، در ولایت ها، اینها باید البته وزارت تندرستی پرسید، اونها بیشتر می دانند، حتما اونها کارهای در این راستا کرده ایستادند. ولی یک مشکل دیگری که یک سبق دیگری که این بیماری کووید به ما داد این همین نبودی بیمه درمان است، سغورته درمان است. ما دیدیم که وقتی بیمارانی که با کووید گرفتار می شوند وزنین می شوند، کسانی که از گروه ریسک بودند، اینها درمانشون خیلی گران تمام می شد و نه همیشه حتی دارو تجهیزات لازمه موجود بود. در حالت راه انداختن بیمه درمان این مشکلات خیلی آسان‌تر حل میشد. من نمیگم که با پورگی حل میشد، برای آنکه شما دیدید که کووید در کشورهای پیشرفته هم خیلی مشکل ایجاد کرد، یعنی اونجا هم تجهیزات نرسید، دارو نرسید و حتی متخصص نرسید. ولی بیمه درمان در این مسئله البته یک فاکتوری هست، یک سبقی هست که ما باید دانیم که این باید راه اندازی شود در کشور ما. خب و سوال اخیرم این است که یکی از قصه های تکان دهنده در کتاب شما داستان دختر تاجیک و قزلباش افغانستانی است که میگه از زبان وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده شنیدید. فکر نمیکنید که این قصه برای تاجیکان روح شکننده است و در برابر آن قصه روح بلد کننده در تاریخ نوترین تاجیک وجود دارد؟ البته من اصلا نرفتم یعنی که پی قصه های بگردم. قصه های روح بلند کننده حتما میشد زیاد پیدا کرد. بچه های موفق داریم در خودی کشور، در خارج کشور، آبادی کشورمون به چشم میرسد. گفتم که در کتاب که ما پیش از همه از بنبست اقتصادی رها شدیم، از بنبست نقلیاتی رها شدیم. ما دیگر کشورمون در قسمت شمالیش با قسمت جنوبیش با راه و تونل ها وصل است، کلی سال چی میکنیم. ما خیلی قصه های روح بلند کننده داریم. ما اصلا بیشتر این کتاب رو با بخش اقتصادیات و اجتماعیات بخشیدم نسبت به قصه هایی که مثلا روح بلند کننده یا افسرده کننده باشند. این قصه فقط یعنی که چون نقل شد و من وعده کردم که اینو می نویسم، یعنی که از من وعده گرفتن که اینو می نویسم، من نوشتم و آوردم چون واقعا آموزنده است. واقعا بازگوی آن است که ما همین تاجیکستان رو داریم و فقط در همین تاجیکستان می توانیم امن و آرام همه مردم زندگی کنند. عبدالخلیل خالق‌زاده تشکر برای صحبت. سلامت باشید. به شما تشکر.